Many aspects of Afghan culture had been systematically destroyed or forgotten. The Afghan Film's archive has been largely preserved through all of these years, when so much else was burned, looted, or blown up. A small group of people risked their lives to save the National Archive. They managed to preserve the films and these records of all of the other Afghanistans that existed, saving decades of history. They believe these films had something to give to the present moment. In the 1960s, Afghan cinema was born. Filmmakers were unaware of the dangers to come. در وقتی که امی وزیر اطلاعات فرهنگی جا بود او آمد که ما افغان فیلم اگم در میدیم فیلم ملمش هم کمال در میدیم این غیر خلافش گفت در میدیم این میجا مامورین بین خود ششتن که ما چی کنیم اینو لخو ما مردم اینجا جواب دادن فیلم ها را در میدن ای آرشیف افغان فیلم بود. ای آرشیف بود، یا لایت بود. ای را تخته گرفتیم. تخته گرفتیم تا یه قسمت ها که کسی دیگه نمیفهمید. باید که امی در فیلم ها در آرشیف جای بجای شوه، بعد از اون دروازی از این محکم شد. که تو محکم شوه که کسی نفهمه. هیچ کسی که از بیرو بیای متوجه زود نمیشه. حتی ده دفعه هم که بیای بیرو نیباشم متوجه نمیشه. اما ما میفهمیدیم. وقتی که طالبان آمد، دقیقاً شما برای شما چی گفتن؟ دقیقاً دما گفتن که هر فیلم جایی که هست، هر قدری که فیلم هست، کلش بکشی. اگر یک برنامه فیلم برای، وابه جانب. این دروازی انگر است. این دروازی انگر است. باز در داخل از این دیگه دروازه است. فعلاً موجود بالا فیلم بود. او دیپو بود، فیلم همه تو پر بود. حالا فیلم های از او را چیزی شد تا کردیم در پایان است. چیزی دیگهش در آرشیف است. دیگهش که باقی مانده که پیش از یه که بود کلش آوردیم اینجا در دادیم. اینجا است. یکم بعد صد فیلم زیادتر آدمی بستایش هم یه سرما قلاچ کرد کتیایش کشیدن فعلا در ینگر است دو وقت گریه میکردیم دیگه چاره نداشتیم هیچ چاره نداشتیم نه چیزی از دست ما میامد دیگه نمی نمونیش هست که نمیجا باقی مونده شما یک سال است که وقتی که من افغان فیلم رئیس افغان فیلم شدم حالت افغان فیلم این بود این رقم بود کل خانه غوچی پرندگاه است که در جایی که زنده جان نمی باشه بر خود لانه جور میکنن یعنی افغان فیلم مرده بود خرابی به حد بود کمک هیچ کس ما رد نکرد مریم غنی بسیار کمک کرد ما یکان روز که محتاج میشدم که ایران که از کجا پیسه بگیرم او پیدا میشد I'm always interested in archives as an artist, as a filmmaker, and as a teacher. And I had been making work in and about Afghanistan for a number of years. And for me, it was really exciting to find out
that Afghanistan had this incredibly rich and deep cinematic history of which I was totally unaware. And then to realize that most other people were also totally unaware of it. It was like finding a hidden treasure. And then thinking, here's something I can actually do to start bringing some of those histories back into circulation. What is really extraordinary about looking at these films is that they all tell us something really important about Afghanistan as a nation and how it envisioned itself at the moment that those films were made. ساز شما افتاد خوبه استاد اخو جور بخیر استاد اخو صحت چطور هستی خسته نباشی استاد چی داری فیلم او عجب صحنه ای داره استادی ها ما یکی از آرتیست های سینما هستم و این شوق هم رایم بود. هیچ وقت در درون من این شوق کشته نشد. وقتی که من بسیار طفل بودم، یادم میاد، اصلا به خاطر میاد که من همراه مادرم رفتم به سینمای زینب. اندیشه ای که من در طفلی خود کردم برم دست داد، و این بود که چطور امکان داره که آدم ها پیش روی من را برن، آدم ها حرکت بکنن. خب بعضی وقتا انسان ها ات فکر میکنن که یک چیز در درونشان اونا را پیوند میته، اما نمیفهمن که او چی است. وقتی که در زندگی خود با او مواجه میشن، باز میفهمن که ای در وجود ما، در درون ما وجود داشت. باز آمدم در خانه کتی یک بچه ما وایم در یک زیر زمینی خانهشان، ما اونجا سینما جور کردیم، شیشه ها انداختیم، عکس های رنگرنگ آوردیم و فکر کردیم که اینمی سینمایی است که ما میریم. این تجربه سینما اولین بار برمیگرده به این که من حدود 4.5 ساله بودم. فکر میکنم که ما از پنجشیر به کابل آمدیم و یادمه که خدا بیامرز پدرم که افسر پلیس بود در کابل، من اصرار میکردم که هر هفته مرا سینما ببره و هر روز جمعه ساعت 2 مرا میبرد به سینمای آریانا. اونجا فیلم های اروپایی زیادتر نمایش میدن و فیلم های امریکایی و من همیشه از فرصت استفاده میکردم، میرفتم دنبال همی جایی میگشتم که اتاقه کجاست که نور بیاره و بالاخره یک روز برای خودم یافتم اونجا را. از اینا بالا شدم که یک آدمک موی سفید ششته و یک ماشین کلان است. کاکا اجازه است ببینیم چی است؟ گفت چی است چی است؟ خوی یک ماشین سینما است، یعنی فیلم است، اینجا میمانند چالان میکنن و تو فیلم میبینیم. زندگی من واقعا با این مسئله گره خورد و من تمام بعد از اون تمام روزا فکر میکردم که اینمی ماشین باید من خودم جور کنم و بسازم. ولی چیزی که بسیار برای من جالب بوده که چه قسم میتونم موسیقی برش بتم، چگونه میتونه این آدم ها گپ بزنن. متوجه شدم که این عرصه سینما تنها تکنولوژی نیست، تنها تکنیک نیست، بلکه یک پروسه بسیار مهم دیگه است. خلاقیت، تفکر، اندیشه. یعنی که سینما هنر است. When I first went to the Afghan Films Archive,
The physical plant of the building was really deteriorating, so they had actual leaks in the archive. And you were really out of luck in trying to figure out what was available to see. فضل و خدا که برای ما بسیار بیمناک بود که شروع کار ما که فیلم ها تقریبا در حدود 2000-2500 فیلم مستند افغانی تاریخی خود ما بود که در شرایط جنگ تو پرک بودن هنوز هم خلاص نشده در بین همی فیلم ها دور مثال اینی فیلم است اینی فیلم است این حال من اینی را دیدم قط میته که اینی را ما آماده نمایش میسازم او فیلم هایی که قبلا دیدن او آخو بیخید باطل شده بودن اما این فیلم ها که زحمت کشیده شده امید عزیز که پس آماده نمایش برای پرده آماده شده رئیس بایار تولواک محمد ظاهر شاه در ترکیه خارجه چار وزیر زورلو او در افغانستان در کابینه وزیران په بعضی مراسمی که سر معرفی سوه دا د پښتنو ستورو ته موقع برابر کړه چې خپل ګران میلمانه ووینه کمری دلخایمه کمری دلخایمه یس کمری اریفلکس تو میفهمی من تقریبا ده یا خدا گردنم نگره 12 فیلم هنری بلنده سر ازی شوت کرده مثل فیلم صبور سرباز فیلم اماسه عشق فیلم گناه فیلم مزرعه سبز فیلم مجسمه ها میخندن این فیلم هایی که دمی اواخر گرفتیم که کلگش نام کشید اینجا مردم علاقه گرفت بسیم آه کتی نزمی کمرا فقط این همی کمرا سا چقدر راحت شده این در کمرا های دیگر این کمرا که در بقلم همی بود من بارها کتی از این کمرا در جریان شوتنگ موتر ما چپه شده خطا خوردیم ولی کمرا رو دمی آغوش خود گرفتیم و نمودیم که این ضربه ببینه خودم ضربه دیدیم پروانه ما کتی از این کمرا میفهمی در فیلم دسور انقلاب ما از سر تانک افتادم یک تانک بلندیش 3 متر بودم اونزم 3 متر خطا خوردم و ایره و ایره نمانده ولی هر جای سفر میرفتم کمرا در بخاری بود چیزی را که دوز دارم نمیخوایی که خراب شدنی؟ آه به هیچ بسیار امکانات خود داشتیم Engineer Latif. He is the most prolific Afghan director, probably the most beloved one as well, among his peers and I think also among the younger generation of Afghan filmmakers. Because he's made films that are touchstones, like Epic of Love, and because he made at least one film a year for so many years. او زمانی که من بسیار زیاد شوق و علاقه به سینما داشتم من امکاناتش نداشتم به صورت اکادمیک درسش نتانستم بخوانم من کارهای اشتهاری را شروع کردم البته که کار بسیار دشوار بود کار بسیار زیاد سخت بود در وقت چون دیگه کمره نبود در دسترس ما یک انسان به اندازه شریف بود و او وقت او رئیس افغان فیلم بود گفتم که من فلانی آدم هستم من هنوز مؤسسه پلی تکنیک هستم و ما یک دانه فیلم اعلان ساختیم گفت راست میگی؟ من که از قراری که من خبر دارم یک دانه استدیو در کل افغانستان است و او استدیوی افغان فیلم است توی در کجا ساختی؟ چطور دانستی که در بسازی؟ سپرایت مشروب غیر الکلی سپرایت تولید جدید شرکت کام خب نو دانه فیلم اشتهاری را من ساختم خب آیان فیلم را ساختم برای اولین بار دست بردم به ساختار فیلم بلند داستانی فیلم مجسمه ها میخندن از استودیوی آریانا فیلم
احمد هنرمند زیبا و جوان با احساس. فکر میکنم که واقعا او مرد زندگی است. ما هنوز مرد ایدال زندگی خود پیدا نکردیم. امیر بوسک I think it's important for these films to be more widely available in Afghanistan, and I want to help Afghan Film to digitize the entire archive. And of course, the first stage of doing anything like digitization is to try to understand what you actually have. Das sind Sachen, die wir finden, putzen, katalogisieren, dann kommt hier. Das ist mühsame, das macht man. Ein oder zwei Dosen am Tag oder manchmal eine Dose am Tag. The view of Afghanistan outside Afghanistan is so monolithic. And I think the earlier Afghanistans that existed, Afghan intellectualism, Afghan modernism, Afghan leftism, all of these other histories are actually present in this archive. And to see them acted out on film, it really changes the way that people think about Afghanistan. We've been seeing, especially in the past few years, these incidents of really extreme violence. And it's important to be reminded that there were decades when Afghanistan was not a place where violence was normal. شما فامیلین کوکس کیست؟ آرس؟ مادر شاباز اینال بچه های متوجه چارت باشین که از شروع قصه تا آخر قصه را ببینیم که مادر چی کارا میکنه دهی بلندی میرست با تشمی؟ خواهش خیر گرد ندارم شکر متولد شهر مزار شریف فامیل نبودن به اصطلاح آزاد بیندیشن آزاد فکر بکنن و پت از خانوادیم امرای سینفیگک های مکتبم به سینما می رفتم گاه گاهی وقت فیلم ها را می دیدم در ذهنم می گشت که آیا من می دانم که یک روز امطور یک هنر پیشه شوم و ما پدرم چنان آدم تندخوی و آدم متعصب بود که حتی به مکتب به بسیار مشکل میگذاشت که من مکتب برم خب هر روز گای ماماهای ما واسطه میکدم گای دوستای پدرم واسطه میکدم که باید مرا به مکتب بانه به مکتب بانه تا بالاخره ای که ما مکتب به نیمه ها رساندم میخواستم که یک انسان شوم که متفاوت باشم از دیگرا و یک آدم باشم که به نحو خدمت بکنم برای مردم و مخصوصا بر طبقه زن چون ما از خانواده خود میدیدم که زنها چقدر محروم هستند خواستگارا دیگه می آمد هر کس خواستگار می آمد و ما فکر میکردم که اگر ازدواج کنم سنم خورده است تحصیلاتم می ماند اگر نکنم پدرم چطور قناعت بتم که من می خواهیم به سینما کار کنم
ولی ما شوهر فیلیم قناعت دادم و گفتم اگر مرا دوست داری میخوایی با ما ازدواج کنی، ما اینت خواسته دارم، میخوایم که یک سینماگر باشم، آیا تو راضی هستی؟ او آدم گفت که ما با کارت هیچ مخالفت ندارم. اما بود که جبران خواسته یا نخواسته من تن به ازدواج دادم، صرف به خاطر برآورده شدن اهداف خود. خب به هر صورت یک مدت گذشت، ما نامزد شدیم و عروسی کردیم و اولین خواست مامی بود که مرا باید کابل بیارن. افغانستان کو زمان برای من مشکلات سیاسی نبود، کی شاه است، کی گدا، کی وزیر است، کی صدر اعظم یا نخست وزیر، کدام حزب با کدام حزب مشکل داره. تمام زندگی من بود ای که کدام فیلم نو امروز میاید. خب یک علاقه عجیب و غریب بود، یک عشق، یک دیوانگی بود. به به افغانستان یک فیلم ساختم، من چه وقتی فیلم ببینم؟ من رفتم و افغان فیلم اولین بار دیدم، یک ساختمان مقبول. من خواستم داخل شم، خود بودم. برای من قدر جالب بود، میفتم حتما درون از این چی چیزای هست، حتما کسایی هست که میخواهن اونجا فیلم بگیرن، حتما این فیلم ساختن چه قسمت. برای من بسیار جالب بود، ولی من را نماندن که من داخل افغان فیلم شم. I'm getting tired of waiting and fooling around. I'll find somebody who won't make me feel like a clown. This can't go on. God knows you've got the change. میدونی نسرین، هنر آمیخته با احساس است. هنرمندی که احساس هنری نداشته باشه کارش ارزش هنری نداره. زمستان 1977 من رفتم قندهار، تکت گرفتم از کابل. راه بود وقت، هیچ مشکلی نبود، مردم آزادانه رفت و آمد میکردن، قندهار امن و امان بود. همین که در چوکی شستم، چیزم که ابو هنرپیشه ایره که مکس شده مجله جواندون دیده بودم و فیلم شده سینما دیدم، مجسمه ها میخندن، فتولای پرند بالا شد و درست پهلوی من ششت. من خودم معرفی کردم، گفتم که آقای پرند، من یکی از علاقمنده و دوستدارای هنر شما و شما بسیار زیبا نقش داره بازی کردیم. برای از اون جالب بود که یک بچه که هنوز حدود 13-14 ساله است، بسیار با علاقمندی و با جرأت در مورد سینما میخواد گپ بزنه. اینقدر خوشحال شد، گفت که من بسیار زیاد در وجود خودت یک دیوانگی به رابطه با سینما میبینم، چرا در سینما نمیای کار نمیکنی؟ گفت من تو را با انجینر صاحب لطیف آشنا میسازم و گفت که ببینیش بسیار آدم مهربان است. امرا انجینر صاحب لطیف آشنا شدم، از انجینر صاحب لطیف بسیار چیزا آموختم. آرام آرام اینقدر با هم دوست صمیمی شدیم که سن و سال دیگه تفاوتی نداشت و دفتر آرام فیلم شده بود برای من مثل یک مکتب. سینمای افغانستان به عنوان یک فیلم اندستری پا در فیلمسازی نگذاشت. این فقط عشق و علاقه چند نفر از هنرمندا و فرهنگیایی بود که به این کار دست دادن. یعنی در سال یک فیلم یا دو سال بعد یک فیلم ختم میشد. ساختن سینما از نقطه صفری بسیار زیاد کار دشوار بود. از یک طرف فیلم می ساختیم، از یک طرف هم برای سینما سازندگی می کردیم. ما پیرو هیچ سینمای نه آمریکایی، نه ایرانی، نه اروپایی، نه هندی به خصوص بودیم. ما همیشه پدیده سینما را از دید یک افغان می دیدم، از دید یک فرهنگ متعالی خود ما می دیدم. فیلم ما همیشه تاریخ مصور کشور ما بوده. بیننده حس میکرد که آنچه که در روی پرده میگذره همه از خودش است.
In the next episode of The Forbidden Reel, a communist coup and a golden age of Afghan cinema. از طرف میدان هوایی کابل یک ابر سیاه پیدا شده بود. یک باره یک جت جنگی نظامی، طیاره جنگی پرواز کرد و یک بم خود انداخت و یک انفجار عجیبی غریب شد. خب کاکا چی کم شده؟ گفت که میگن که خلقی ها کودتا کردن. جالب بود، یعنی من اسم کردم اوائل هم مگی خوشحال بودن برای که فکر میکردن در هر تغییر امکان داره زندگی شانم تغییر بکنه، ولی من در نهایتش فکر میکردم که سینما چطور خواهد شد.